سلام خدمت دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه دوره CSS انیمیشن و یک پروژه دیگه انجام بدیم. بچه‌ها از این پروژه ها فعلا چند تا دیگه داریم؟ فکر کنم یه حدود مثلا 20 تا دیگه داشته باشیم شاید، و کم تا حدود 14 تا 15 تا پروژه دیگه داریم که انشالله بریم سراغ فصل بعدی و موضوع جدید باشیم. این پروژه کمک میکنه که شما با در جنبه های مختلف این بحث انیمیشن دو بعدی آشنا بشید و چیزهایی که حالا تو فصل قبلی یاد گرفتیم رو یه مرور و تمرین بکنیم. پس خسته نشید انجامش بدید. دوست داشتید میتونید حالا پروژه رو استاپ بکنید، بیاید فصل بعدی رو شروع بکنید که تنوعی بشه براتون. خب یه دونه تگ ای گذاشتم تو وسط صفحه، یه پدینگ بهش میدم، یه بزرگش کنم، text decoration رو حالت noun میذارم، text transformش رو میذارم حالت uppercase، یه background color بهش میدم، حالت میخوام زرد بشه، f1c40f، بعد رنگ متنش هم وایت، فونت سایزش رو میذارم 20 پیکسل، یه لتر اسپیسینگ هم میدم 2 پیکسل و پوزیشن ریلیت. این تا اینجا کن. خب میام یه دونه بیفور بهم میدم بچه، میام یه بیفور میدم، کانتنت براش میذارم، میذارم باتن، همون باتنی که اون بالا نوشتم و تو این هم میدم، پوزیشن این میشه ابسولوت، از بالا چپ، عرضش رو میدم 100%، ارتفاع 100% که کل دکمه رو پوشش بده. یه بک‌گراند کالر به میدم، رنگش با اون یکی باید فرق کنه، 2CE771. بعد دیسپلی هم میکنم فلکس که نوشته میخوام بیفته وسط دکمه، سنتر الانیتم سنتر که نوشته بیفته وسط. الان این سبز اومد افتاد رون زرده بچه، خب هیچ رادی ندارم دوستش میکنم. بعد میام چیکار میکنم؟ میام این اون روکش سبز روش رو نسبت به این محور بالا بچه، این خط بالا، نسبت به این خط بالا میخوام اینو بچرخونمش. پس میام اینجا میگم که یه ترانسفورم روتیت در روی هول محور X به اندازه 270 درجه، میخوام حول محور X بچرخونم. محور X من الان وسط این دکمه است بچه ها، ولی من میخوام اون خط بالاییه باشه. پس ترانسفورم اوریجین رو باید عوض کنم، ترانسفورم اوریجین رو میکنم تاپ که حول اون خط بالا بچرخه. یه ترانزیشن هم براش میذارم نیم ثانیه. الان دیگه اون سبزه رو نداریم، چرا؟ چون چرخید افتاد پشتش. حالا من یه کار میکنم، یه هاور میذارم، میگم اگر هاور شد بیفورم ترانسفورم روتیت ایکس صفر، برگرد سر جاش، نگاه کنید برمیگرد می سر جاش، بعد دوباره میره هول این خطه بچه ها میچرخه. حالا این همین رو یه دونه دیگه می نویسم برای افتر، ولی اینو رنگش رو میکنم رد، رنگش رو میکنم رد. بعد یه چیز هم بهش میدم بچه ها، یه ترانزیشن دیلی هم بهش میدم که بعد از اون بالایی بیاد پایین به اندازه مثلا 25 ثانیه، و اینجا هم اضافهش میکنم بچه ها. یا کنید اول سبزه میاد بعد قرمزه، چی شد؟ before
افتر درسته دیگه. آها اینو افتر نکردم. خب ببینید بچه ها، اول سبزه میاد بعد قرمزه میاد و برگشتنی برعکس. اینا یه حالا دکمه جالبی بود، حالت باد بزنی پیدا میکنه. خب بریم بیام جلسه بعد یه پروژه دیگه در خدمتتون خواهم بود. فعلا خدافظ.